بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز ما و شما در برنامه کویک بوکس روی جور کردن کمپانی فایل صحبت کردیم و بعد از او روی ملتیپل کرنسی صحبت کردیم که چه قسم ما شما میتونیم در برنامه کویک بوکس ملتیپل کرنسی را فعال کنیم. کچیر تاسو سره سوالی کولی شئ سوال دین مخ کی چې درس شروع کوم خپل سوال مطرح کړئ. استاد محترم، ما سره د ملتیپل پل کرنسی په باندې که چیرته مثلا موږ پوهیږو د دې وخت نه چې موږ سره صرف افغانۍ کرنسی روانه ده او آینده کې هیڅ داسې امکان هم نه وي موږ سره، خو احیانا ان کیس رد دې داسې یو کیس راغی چې موږ سره یو پروجیکټ په افغانیو باندې وي په ډالرو باندې، بیا نو د حل لاره ورته څه شی ده؟ څه شی کولی شو؟ حال لاره ګوره، موږ داسې کولی شو، ما یو قسم یې تنیم کې ملټیپل کرنسی ده کې اول رافتي ده وجه فقط د اوتو حالت ما چې میکنیم اول هم کرنسی ده از دلار به افغانی تبدیل میکنیم، بس تو میتونی که کرنسی های دیگر را بعدا هم اضافه کنی، خو هم کرنسی ده تغییر داده نمیتونی. یعنی تو کولی شي چې نور کرنسی ها اضافه کی خو هم کرنسی نشي بدلوله. د بدلولو لاره طریقه هم شته ده، خو هغه به ډېر جنجالي ده. طریقه یې دا ده چې ګوره، که چیرې تا ډېر ترانزیکشنونه نه کړي، اول خو داسې چلو که د خپل ترانزیکشنونه دی دیج نه ټول ایکسپورټ کا، دلته ګوره موږ سره یو کمانډ دی په نوم د ایکسپورټ، خپل کم کسټمر لیست دی، کم امپلای لیست دی، کم وینډر لیست دی تا سره، کم آیټم لیست، دا ټول ته ایکسپورټ کا بل جدا فایل ته، صحیح ده، چارټ آف اکاؤنټس دی. نو دا به آی آی ایف فایل ته ڈسکٹاپ ته بلز د ایکسپورټ کی، لغن وروسته به یوټیلیټی طریق نه راشي. دلته ګورم موږ سره یو کمانډ په نوم د کنډنس ډیټا، دا څه کار کوي؟ ستا ټول ډیټا ختمې تو ته تاریخ ہے چې دا تاریخ نه وخت لدی، تاریخ پر ټول ډیټا ختم کا. دا ډیټا چې د ختم کړه، د دې کمپنی ته ډبل بیک اپ جوړي، کوئک بوکس اتوماتیکلی یو کاپی جوړي، هغه کاپی کې بیا د سر نه ته کولی شي چې ملټیپل کرنسی فعاله کړي، هر کرنسی چې وغواړي هم کرنسی نه مثلا چینج کړي بل کرنسی، دا هم کولی شي. بیا کولی شي هغه خپل ترانزیکشنونه بیرته امپورټ کړي، یو ځل ایکسپورټ کړي بیا امپورټ کړي، یو طریقه خدا ده، خدا ډېره جنجالي طریقه ده. بل چې کله ته ملټیپل کرنسی فعاله کړي، دا اوس ګوره موږ مخکې ملټیپل کرنسی فعاله کړې وه کنه، دلته راغله ملټیپل کرنسی ده، ملټیپل کرنسی فعاله کړې وه کنه، نو فقط یوازنی کار چې موږ نشو کولای هغه دا دی چې موږ نشو کولای خپل هوم کرنسی چینج کړو. اوس افغانۍ ده کنه، ده دې کې موږ ګوتېوالی شو نشوالی، خو که چیرې ته بله کرنسی وغواړي اضافه کړي، هغه خو اسانه دی، هغه څنګه کولای شو؟ کمپنی مینو ته راشه، منیج کرنسی ته لاړ شه، کرنسی لیست کې دا اوس وګوره، دې ځای کې څه چلو که انکلوډ ان اکټیو باندې کلک کړه، او کوم کرنسی چې ستا په کار ده هغه فعاله کړه. یعنی موږ کولای شو بله کرنسی اضافه کړو، د فارن کرنسی تر څنګ مثلا ډالر کرنسی ده، بله کرنسی اضافه کړو، خو خپل هم کرنسی موږ نشو چینج کولای، دې ته متوجه اوسې. نو بیا به هغه طریقه د سر نه وړې ده چې مثلا د خپل کمپنی فایل مکمل ټول ډیټا کنډنس کړي، هغه نه وروسته بیا ته صحیح شو؟ صحیح شو. نو کرنسی فعاله کولای شو، کمولای شو، خو هم کرنسی نشو چینج کولای. ښه، د ملټیپل کرنسی نه وروسته دویم کار چې موږ په کویک بوکس کې کوو، هغه د چارټ آف اکاؤنټس جوړول دي. یو د هغه اساسي مسایلو څخه یکی از مسایل بسیار عمده او اساسي کې ما باید بار جوړ کدنې ملټیپل کرنسی ورا سرشکار کنیم، ایجاد یا ساختن چارټ آف اکاؤنټس سیستم. زیاتر کمپنیا وقتی که شما بر بعضی کنسلټینګ کمپنیا یا اکاونټنټ میگی که برای ما چارټ آف اکاؤنټس جوړ کو، د مقابل یک چارټ آف اکاؤنټس بیشتر شاید 1000-2000 ډالر بگیره. به خاطر چارټ آف اکاؤنټس بسیار مهم و اساسی است. ایره به خاطر از این قبل از همه چیزا جور میکنیم که اگر ما اکاونت های مشخص و اساسی نداشته باشیم با خود، باز بعدا در جریان کار ما با مشکل روبرو میشیم. مثلا اگر ما در چارت آف اکاونت سیر مشخص نکنیم که آید ما از طریق کدام وسیله کدام راه است، پس وقتی که ما آیدات خود جمع میکنیم یا ثبت میکنیم در برنامه کویک بوکس، ما نمیتونیم که او رو در اکاونت مشخص درج کنیم. با او خاطر پیش از اینکه ما ترانزکشن ها رو ریکارد کنیم در برنامه کویک بوکس، مشتری های خود اضافه کنیم، وندر های خود اضافه کنیم، نیاز است که چارت آف اکاونت خودمون منظم جور کنیم، کدام اکاونت هاست که در بخش اینکم ما برای او ضرورت داریم، کدام اکاونت هاست که در بخش اکسپنس ما برای او ضرورت داریم، کرنت ایسیت اکاونت های ما کدام اکاونت هاست، فیکس ایسیت اکاونت های ما کدام اکاونت هاست. با مشکل به صدها اکاونتی که ما در بزنس داریم،
ونمر مش مچ میکنه برنامه کوئی بوکس اضافه میکنه یعنی هر چیزی که در بزنس ما دیبیت و کردیت میشه برازو باید مش ما یک حساب یا اکاونت داشته باشیم اگر نداشته باشیم ما نمیتونیم اونمو ترانزکشن رو در اکاونت مشخص درج کنیم و در آینده راپور به مو اونر اف د بزنس ارائه کنیم پس میایم ریچ اوت اف اکاونتس کلیک میکنیم اینه که میبینید شما امو استاندارد فرمت چارت اف اکاونتس هستم رای ما در چارت اف اکاونتس ما پنج نوع عمده اکاونت داریم کدام اکاونت هستم رای ما اول asset است دوم liability است سوم owner equity است یا equity account چهارم revenue یا income و پنجم چی است expense است در هر کنج دنیا که شما برین اگر کس به خود چارت اف اکاونت جور کرده باشه چارت اف اکاونت از واقعی است مشتمل از امی پنج اکاونت می باشد از این خارج نیست یا خود از این است و یا هم سب اکاونت داره مثلا در ایست ما شما سب اکاونت داریم یا یک کارنت ایست داریم و دیگیش هم فکس ایست داریم در لایبیلیتی مثلا امرای ما شما چیست لانگ ترم لایبیلیتی است صحیح و شورت ترم لایبیلیتی است در ایکویتی مثلا امرای ما چیست اونر درا است اونر کنتریبیوشن است اونر کپیتال اکاونت است و به مشکل تیگه اکاونت هست امرای ما شما در ریوینیو چی را میگه any types of income هر نوع income account که شما میبینید مربوط چی میشه revenue میشه و the expense case any types of income the expense portion any types of expense دیگه ده هر جای چارت اف اکاونت که شما میبینین مشتمل از می اکاونت ها میباشه خب وقتی که شما با خود در کویک بوکس کمپانی فایل جور میکنین یا تعداد اکاونت ها را خود کویک بوکس برای ما جور میکنه ایره با اساس چی جور میکنه با اساس اونمو اینترویو که ما و شما در جریان جور کردن کمپانی فایل با کویک بوکس ارائه میکردیم در نتیجه اسمو برای ما چی میکنه چارت اف اکاونت جور میکنه به طور مثال اگر شما باید باشه ما وقتی که کمپانی فایل جور میکنیم ما سول پروپرایتورشپ انتخاب کرده بودیم سول پروپرایتورشپ که انتخاب کردیم ایجا برای ما یک اونر آورده اونر را اونر اکویتی اگر پارتنرشپ انتخاب میکردیم به این شکل نمیشد پس به اون شکل دیگه اکاونت ها مثلا سلز اکاونت که هست ای دیگه اکسپنس اکاونت که هست انکم اکاونت ما شما که هست فیکس اکاونت های ما شما که هست فیکس ایسیت که هست کلی از یارا به اساس حالا اگر ما بخواهیم که به خود اکاونت جور کنیم چه قسم میتونیم به خود اکاونت جور کنیم اول ببینیم که شما او اکاونت هایی که به شما نیاز است موجود است دی چارت اف اکاونت نیست اگر از خود او رو دوباره نیاز نیست که ما جور کنیم اگر نیست ما او رو از سر جور میکنیم به طور مثال در اینجا ما هیچ نوع اکاونت بانکی نداریم داریم نداریم هر وقت که شما با یک کمپانی چارت اف اکاونت جور میکردین باید شما با کسی که مسئول مالی است یا کسی که مسئول بزنس است با اونا بشینین یا کتابچه پیشتون باشه از او پرسان کنین یک انترویو بگیرین که پدر عایدات شما از کدام طریق است او را با خود نوٹ میگیرین کلشان در کدام بخش شما مصارفات یا اکسپنس دارین این کلش با خود نوٹ میگیرین در کتابچه بزنستون کرنت ایسیت داره نداره این کیش داره یا نداره کیش چیست کرنت ایسیت است اگر کیش آن هند باشه یا کیش ات بینگ باشه کلش کرنت ایسیت است خب کمپانی تون دیگه فکس ایسیت داره نداره مثلا ماشینری لند سایس ویکل این چیزا داره نداره اگر داره اورم کلش با خود نوٹ میکنی کمپانی تون از کس قرضدار است یا نیست شما بالای کس قرض دارین پول اکاونت پیبل اکاونت ریسیوبل دارین یا ندارین یک لایبیلیتی است یک اکاونت پیبل است یک اکاونت ریسیوبل است اکاونت پیبل که ما قرضدار باشیم اکاونت ریسیوبل دیگر است پیش ما قرضدار باشه خب دیگه کرنت د ایسیت که سمری ما شما اینونتری وجود داره نداره تمام موارد با خود نوٹ میکنی با اساس زمو چارت اف اکاونت جور میکنی خب ما چی میکنم از خود یک چارت اف اکاونت جور میکنم اول میام یک چند تا بینک اکاونت ایجاد میکنم به خاطر اٹکانی
اکاونت های جدید در می صفحه در هر چی که بخوای رایت کلیک کنی نیو انتخاب کنی از این صفحه ما میتونیم به خود اکاونت های جدید اضافه کنیم. وقتی که شما نیو انتخاب کردین به این شکل یک صفحه برتون باز میشه. شما سوال میکنه که بیادر پیش از اینکه تو اکاونت جدید جور کنی برای ما مشخص کو که امی اکاونتی که تو جور میکنی نویتی از این چی هسته؟ انکام هسته؟ اکسپینس هسته؟ فکس اسید هسته؟ بینک اکاونت هسته؟ لون هسته؟ کریدیت کارت هسته؟ اکویتیز چی هسته؟ ما برش میگم که ما خو یک چیزی انکام اکاونت داریم اکسپینس اکاونت داریم و را بعدا جور میکنیم. اکاونتی که فعلا ما جور میکنم چیز تایپ از او بینک هسته ایر انتخاب میکنم. وقتی که ایر انتخاب کردی بعد از او کنتینیو انتخاب میکنیم. خب بعد از او به شکل یک صفحه باز میشه برای ما. برای ما میگه بیادر نام اکاونتی بانکی را که تو جور میکنی مشخص کن برای ما. من نوشته میکنم که کابل بانک صحیح است اکاونت. خب وقتی که نام مشخص کردین بعد از او آپشن دیگه که برای ما میه از پیش شما پرسان میکنن که بیادر ای اکاونتی که تو جور میکنی مین اکاونت هست یا سب اکاونت هست؟ اگر مین اکاونت هست خود دی آپشن دست نمیزنی. اگر سب اکاونت هست مین اکاونت زیر شما مشخص میکنی. و وقتی که شما در کویک بوکس ملتیپل کرنسی را فعال کرده باشین چی را فعال کرده باشین؟ ملتیپل کرنسی در اینجا یک آپشن دیگه هم رای مامیه بنامه ازی که امی اکاونتی که تو جور میکنی کرنسی ازی چیز افغانی سیا دلار است. چرا فعلا نیستم رای مامیه؟ چرا نیست؟ ولی نیست جبار خیلی سید؟ نه هیچ ملتیپل کرنسی رو ما جور نکردیم دونست دی دی کمپنی فایل ما ملتیپل کرنسی نداریم. از کجا برتن معلوم میشه؟ دی اینجا بر ما شما دیروز خوانده بودیم وقتی که ملتیپل کرنسی ما فعال کنیم اگر هم کرنسی ما بدون دلار باشه نام کرنسی دیگه چی میشه؟ ذکر میشه. فعلا ذکر است نیست. پس بیا به خاطر از اینکه شما مطمئن شوین در مینوی ادیت بیاین د پریفرنسز بیاین د اینجا بیاین د اینجا باز د ملتیپل کرنسی بیاین د کمپنی پریفرنسز بیا چی نوشته کده؟ نو آی یوز اونلی ون کرنسی. یعنی ملتیپل کرنسی را ما فعال نکردیم. ایره کلیک کو یس انتخاب کو هوم کرنسی تا از دلار بچی تبدیل کو با افغانی تبدیل کو ایر انتخاب کردم میکرد اکتیف انتخاب کردم یس انتخاب کردم بعد از اوکی کلیک کردم. حالا شما ببینین در اینجا یک کالم دیگه به نام کرنسی اضافه میشه و کرنسی اصلی و اساسی از او چی میباشه؟ افغانی میباشه. حالا ما میفهمیم که ملتیپل کرنسی فعال شده. حالا اگر ما بیایم روی صفحه رایت کلیک کنیم نیو انتخاب کنیم و در اینجا اکاونت تایپ بینک انتخاب کنیم و کنتینیو برش بکنیم اینجا ببینید شما یک فیلد به نام کرنسی دیگه هم چی شد؟ اضافه شد. خب کار ما خو مانده ایره خو همون قسم مشخص کردیم ایره کنسل میکنم میایم در کمپنی مینو در اینجا در منیج کرنسی همون کرنسی های اضافه را دور میکنم و همی اکسنجری را مشخص میکنم. در اینجا کلی کرنسی هایی که اینکتیف هست میگم ایره غیر فعال کو. من فقط یک دلار کار دارم جاپانیز ین هم غیر فعال میکنم ایرم غیر فعال میکنم ایرم غیر فعال میکنم و روی دلار کلیک میکنم میگم تاریخ امروز دلار تبادله چند است 92 است میگم بعد از اوکی کلیک کردم. حالا میایم چی میکنم؟ د چارت اف اکاونتس اومدم د مینوی لیست چارت اف اکاونت کلیک کردم و د اینجا رایت کلیک کردم نیو انتخاب کردم. ایرا ما قصدن این کارا کردم به خاطر از اینکه شما بفهمین که اگر به این شکل مشکل شما رو برو میشین چی باید بکنین. شما هر وقت شما دیدین که د اونجا کالم یا فیلد به نام کرنسی نبود شما باید بفهمین که ما مالتیپل کرنسی را فعال نکردیم و مالتیپل کرنسی بسیار مهم است. هر شخصی که ببینی کسایی که بزنس داره حتما دو سه اکاونت بانکی داره. دلاری افغانی خود 100% داره. پس اگر داره باید به خاطر از ما شما ملتیپل کرنسی را فعال کنیم. در اینجا اکاونت تایپ بینک انتخاب کردم و کانتینیو گفتم. کانتینیو که کلیک کردم در اینجا میام نام اکاونت نوشته میکنم. اول نوشته میکنم که بینک اکاونت یک دانه مین اکاونت جور میکنم. بینک اکاونت. خب چه قسم بینک اکاونت هست نوشته میکنم که AFN بینک اکاونت. افغانی بینک اکاونت. کمپانی ما هم اکاونت های دلاری داره هم اکاونت های افغانی داره. یک دانه مین اکاونت به نام AFN بینک اکاونت یاد جور میکنیم. یک دانه مین اکاونت به نام USD بینک اکاونت
جور میکنم باز در پایین از او که هر کدامش که از سب اکانت ها را اکانت های دلاری میگیرم و در پایین افغانی اکانت که از سب اکانت های افغانی را میگیرم خود اینجا افغانی انتخاب کردم کرنسی را افغانی میگیرم دیگه چیزی شه بخاطر از این نوشته نمیکنم که در حقیقت اکانت نیست یک اکانت مین اکانت نیم است بعد از او میتونی که در اینجا در دسکریپشن نوشته کنی که This is main account and it will include all افغانی sub accounts باز خلاص بعد از اون save and close کلیک میکنم یک دانه مین اکاونت افغانی هم رای ما چی شد؟ جور شد بنام چی؟ بنام افغانی بینک اکاونت تایپش بینک است کرنسیش افغانی است و بلنس صفر داره هیچ اتچمنت ما تانوز هم رایزی نکردیم من اون شکل چی میکنم؟ رایت کلیک میکنم میم نیو انتخاب میکنم نیو انتخاب میکنم دیجه بینکس انتخاب میکنم اگر شما کس سوال کنه که چی وقت با کدام اکانت تایپ کس ما با کدام اکانت ما اکانت تایپ بینک انتخاب میکنیم تمام اکانت هایی که دو پول ما ارد میکنیم تمام اکانت هایی که دو ما پول ارد میکنیم اکانت های بزرگ برای شما در کوئک بوکس چی بگیرین بینک بگیرین پی تی کش کش آن هند بینک چک اکانت هایی که ما شما در بینک داریم تمام اکانت هایی زیره که ما جور میکنیم تایپس به چی باشه بینک باشه یعنی پی تی کش کش آن هند و با مشکل چک اکانت های دیگه که مربوط کش میشه باید ما اکانت های بزرگ بینک انتخاب کنیم در برنامه کوئک بوکس بعد از او کنتینیو انتخاب کنم سر کده اینجا برای ما میگه یک معلومات میده اگر تو نمیفهمی که کدام اکانت ها مربوط به بینک اکانت میشه بینک اکانت تایپ میشه پی تی کش چکینگ اکانت سیوینگ اکانت منی مارکت و به اون شکل تمام اکانت های بانکی بعد از او کنتینیو انتخاب کردم کنتینیو که انتخاب کردم میگم آلی یک اکانت جور میکنم به نام چی نوشته کردم که EIB بینک اکانت یا اکانت اگر اکانت هم نوشته نمیکنه هیچ مشکل نداره خب ای اکاونت مین اکاونت است یا سب اکاونت است میگم نه ای سب اکاونتی یک مین اکاونت دیگه است خب سب اکاونت است بله ایر انتخاب کو از ایجه خیلی مین اکاونتش لیس کو کدام اکاونت است از می اکاونت است چقدر اکاونت های بانکی افغانی کمپنی ماست ای را زیر اینمی مین اکاونت چی میکنیم درج میکنیم خب میشه آل اکاونت نمبر زیر دینجا نوشته کنیم بطور مثال ده ده بیس چل میگم ای اکاونت نمبری ای بی بانکی ماست افغانی روتینگ نمبر یک نمبر خاص دیگه است که خود بانک برات میده او رو اینجا درج میکنی دیگه اگر تو در این اکاونت که هسته پول دار مثلا ما بزنس شروع کردم 200,000 افغانی رو ما در این اکاونت تیار قبل از قبل داشتیم این رو ما شما از اوپنینگ بالانس در برنامه کوئک بوکس ارد میکنیم وقتی که اکاونت نو جور میکنیم خب ما میگیم بله در این ما پیسه داریم چقدر پیسه داریم میگیم 200,000 افغانی ما در این اکاونت تیار داریم 200,000 شد نه خب این اوپنینگ بالانس از کدام تاریخ است میگم تاریخ اول ما در این اکاونت پیسه داشتیم اوکی کلیک کردم بعد از که اوکی کلیک کردیم بعد از او اگر میخوای تنهای نمی اکاونت سیف کنی و می صفحه که از طریق از این ما اکاونت جدید جور میکنیم ایرم بسته شد این اپشن انتخاب میکنیم اگر میگی که نه ایر سیف کنی یک اکاونت همزمان به اون شکل یک اکاونت دیگه جور میکنیم باز ایر انتخاب ما میگم نه یک دفعه ما میره سیف میکنم میبینیم که چی تغییرات تحولات آمد بعد از دیگه اکانت جور میکنیم سیف این کلوز کلیک کردم ببینین شما یک دانه اکانت مین اکانت است امرای ما بنامی افغانی بینک اکانت و بعد از او سب یک اکانت سب اکانت دیگه جور شده تحت از او بنامی EIB بینک اکانت ای هم کرنسی افغانی است و از او هم کرنسی افغانی است و وقتی که شما در یک اکانت اوپنینگ بالانس اضافه میکنین تمام اون اماونت که هر چقدر اکاونت ها که باشه میایه در اوپنینگ بیلنس اکویتی کمپانی ما چی میشه؟ ارد میشه یعنی وقتی که ما و شما بزنس شروع کردیم اکویتی بزنس ما چقدر بود؟ 200,000 افغانی بود اگر دیگه پول اضافه میکنیم او هم کلش دینجا چی میشه؟ درج میشه پس باز میایم رایت کلیک میکنم نیو انتخاب میکنم این دفعه ما تیستیس کار میکنم یک بینک اکاونت دیگه را جور میکنم بنامی چی؟ بنامی پشتنی بانک ایم چیستا ایم سب اکاونت اونمو مین اکاونت افغانی اکاونت ما شماست وقتی که اینجا سب اکاونت مین اکاونت انتخاب کنه اتوماتیکلی کرنسیش خودش انتخاب میشه به طور مثال فکر کنید که من انتخاب کردم کرنسی از چی انتخاب کردم اشتباه شد بس بشم دلار انتخاب کردم وقتی که سب اکاونت انتخاب کنم برای ازی افغانی اتوماتیکلی کرنسی از چی میشه تغییر میکنه و میفهمه که تو اشتباه کردی مین اکاونت که هست کرنسیش افغانی است ایم باید کرنسیش چی باشه
افغانی باشه. خب میشه که اکاونت نمبر شی نوشته کنم، مثلا نوشته کردم ای اکاونت نمبر عزیزتا، بعد از دیگه چیز نوشته نمیکنم، فقط سیوینگ کلوز میگم. شما ببینید یک دونه مین اکاونت جور شدم برای ما و یک دو دونه سب اکاونت جور شد، هر دویش که از سیش کرنسی شیستا افغانیست. ده ای اوپنینگ بیلنس ما ایش ارت نکردیم، ما گفتیم که بیادر فقط اکاونت جور کردیم، ده او پول نیستا. باز رایت کلیک میکنم اکاونت دیگه جور میکنم، اکاونت بانکی دیگه را ده بینک رفتم کنتینیو انتخاب کردم. ده ای دفعه ما یک یو اس دی مین اکاونت جور میکنم، مین اکاونت جور کردم، یو اس دی بینک اکاونت نوشته کردم و ده اینجا کرنسی چی انتخاب کردم؟ دلار انتخاب کردم، چون اکاونت چیستا؟ یو اس دی استا. ده اینجا وجه ایزی که سیو ان کلوز کلیک کنم، سیو نیو انتخاب میکنم، بعد از میایم نوشته میکنم که ای آی بی بانک اکاونت و ای ده سب اکاونت چی انتخاب میکنم، اتوماتیکلی از یو اس دی اکاونت بینک اکاونت انتخاب میکنم، کرنسیش خودش تغییر میکنم. باز اینجا بعد از او ده ای اوپنینگ بیلنس ارت میکنم، میگم ده ای اکاونت ما چقدر پیسه داریم، تقریبا $1,000 $2,000 ما ده اینجا تیار داریم. خب استیتمنت اندینگ دیت ما انتخاب میکنم، میگم تاریخ اول. خب اکسچنج ریت افغانی به دلار چیست؟ به این تاریخ هیچ معلوم نیست، میگم 92. این خودم ارت میکنم، صحیح شد. بعد از او اوکی کلیک میکنم و بعد از او باز سیو نیو انتخاب میکنم، بجای از اینکه سیو ان کلوز بگم سیو نیو انتخاب میکنم، میگم یک اکاونت دیگر هم جور میکنم دلاری، نوشته کردم که پشتنی بانک. اینم سب اکاونتی اکاونتی مین اکاونتی دلاری انتخاب میکنم، بعد از او اوپنینگ بیلنس دا یک نمیکنم، سیو ان کلوز انتخاب میکنم. وقتی که شما اکاونت های بانکی را ارت میکنین، اتوماتیکلی برتین قسم یک مسیج برتون میتا، بعضی اوقات مسیج میتا که شما میخواین که مثلا از اکاونت های بانکی تا آنلاین یک فید یک دیگه نوتیفیکیشن برتون بیای یا نه. ایرا من نو انتخاب میکنم، میخوای آنلاین امی اکاونت های تا بعضی فیچرهایش که مربوط از او سیت اپ کنیم، میگم نه ایرا سیت اپ نمیکنم، چون ما سیستم ما قسم نیست که اینمی اکاونت ها کس با اکاونت های بانکی ما لینک باشه که برای ما نوتیفیکیشن بیاد. صحیح است. حالا شما ببینین امرای ما دو دانه مین اکاونت جور شد، یک مین اکاونت افغانی است، دیگه شن دلاری است. چهار دانه سب اکاونت جور شد، دو دانش مربوط به مین اکاونت افغانی میشه، دو دانه دیگه مربوط به مین اکاونت دلاری میشه. و چه قدر پولی که ما در اینجا درج میکنیم یک اتوماتیکلی کنورت میشه، به هر کرنسی که باشه به افغانی کنورت میشه و کلش میاد کدام جای تا اوپنینگ بیلنس اکوئیتی ما شما جمع میشه. در اینجا شما ببین تا اوپنینگ بیلنس اکوئیتی برای ما میگه خودت فعلا اوپنینگ بیلنس اکوئیتی وقتی که بزنس شروع کردی امرای تو 384,000 افغانی بود. ای به خاطر ازی که اگه یادتون باشه 200,000 افغانی خب پیش خود ما بود و به مو شکل 2000 دلار بود امرای ما کی دو وقت ما محاسبه کردیم 92. ایره که امرای چی جمع کنیم 200,000 افغانی جمع کنیم، شما ببینید چقدر میشه، اونمو 384,000 افغانی میشه نمیشه. برای ما مکمل اوپنینگ بیلنس کمپانی ما چقدر بود، یعنی فعلا ارزشی با پول که اگر ما حساب کنیم ارزشی بزنس ما که 384,000 افغانی است، بدون از اینکه ما کارنده ست و دیگه چیزا نداریم، افکس ست دیگه نداریم. صحیح شد. به این شکل شما چقدر اکاونت های دلاری که داشته باشین او افغانی و دلاری درج کرده میتونید. دیگر ما در هر کمپانی اگر شما برین وقتی که بزنس منظم باشد او به نام پی تی کش هم پول اضافه میشه و یک اکاونت دیگه به نام کش اکاونت می باشه. یعنی هر بزنس یک کش اکاونت داره نداره، یک کشیر داره نداره که پیسه های افغانی و دلاری که میاد پیش اون نفر چی میشه اونجا جمع میشه. باز در وقتی که مردم بودجه جور میکنند، بودجه که هست مشخص میکنه که بخاطر پیدیکش ما باید چقدر پولی داشته باشیم بخاطر مصارفات خورد ریسن. این حال شما باید چی کنیم؟ در اینجا به خود یک اکاونت بنام پیدیکش داشته باشیم و یک اکاونت دیگه بنام کش اکاونت داشته باشیم که اون کشیر که چقدر پول میگیره پیش از اون میایه در اون اکاونت ما شما رو چی میکنیم؟ درج میکنیم، میایم او رو جور میکنیم، دمی سفر رایت کلیک میکنم، نیو انتخاب میکنم، آمدم در اینجا باز اکاونت تایپ چی انتخاب کردم؟ بینک انتخاب کردم، کنتینیو گفتم، کنتینیو که کلیک کردیم خب پی تی کش شما اماونت شب به افغانی درج میکنیم یا به دلار. یعنی وقتی که به پی تی کش پول اضافه کردین به افغانی پول شما در نظر گرفته بودین یا به دلاری، اگر هر دویش باشه هم پی تی کش افغانی دارین هم دلاری دارین، دو اکاونت به نام پی تی کش جور میکنین، پی تی کش یو اس دی، پی تی کش افغانی. اگر تنها افغانی باشه تنها پی تی کش افغانی جور میکنین. ما مثلا نوشته میکنیم یک اکاونت کار دارم به نام پی تی کش اکاونت داریم، اگر افغانی تنها هست فقط اینجا اف ان نوشته کو بس باز مشخص شو و در اینجا تیار کرنسیش خودش انتخاب شده چون هم کرنسی افغانی است. اگر نبود انتخاب کو اوپنینگ بیلنس دی داری نداری، میگم نه
د هیچ بیلنس ندارم، فقط اکاونت چی میکنم ما مشخص میکنم. بعضو باز سیوی نیو انتخاب میکنم. سیوی نیو که انتخاب کردی باز میگم که ما بنام کیشیر ما یک اکاونت جور میکنم، میگم کیش اکاونت. کیش اکاونت جور کردم، بعضو داش نوشته کردم، نام کیشیر ما چیست؟ میگم فرهاد نام کیشیر ماست. خب فرهاد نوشته کردم کیش اکاونت، بعضو نوشته کردم AFN، چون با فرهاد ام پول به شکل افغانی میه و ام پول به شکل دلاری میه. باید دو اکاونت داشته باشیم که ما بفهمیم که چقدر پول به افغانی میه فرهاد در اکاونت افغانی ثبت کنه، چقدر پول که به دلاری میه فرهاد به اکاونت دلاری مشخص کنه، که اگر ما سوا بخویم که چقدر پول دلاری داریم و چقدر پول افغانی داریم پیش کشیر ما، برای ما معلوم باشه. خب اینو چی کردیم؟ نوشته کردیم اوپنینگ بالانس، میگیم نه ارت نمیکنیم. کیش اکاونت چیزی است که بعد از که بزنس ما شما ران میکنیم پول برای چی میشه میایه. بعد از باز سیو نیو انتخاب میکنم، اونمو نوشتار که کردیم اونمو رو کاپی کردم پیست میکنم، و دهی دفعه که چی میکنم بجای افغانی USD نوشته میکنم، فقط در پایین میام کرنسیشن چی میکنم دلار انتخاب میکنم. حالا شما ببینید وقتی که ما سیو این کلوز انتخاب کنیم، امرای ما ایرم نو انتخاب میکنیم، امرای ما سه دن اکاونت دیگه جور شده، یک پی تی کیش است که کرنسیش افغانی است، دو دن اکاونت دیگه است کیش اکاونت است به نام کیشیر ما، که یکش افغانی و یکش دلاری. اگر پول افغانی میاد در اکاونت افغانی ما رو درج میکنیم، پولی دلاری میه در اکاونتی دلاری ما درج میکنیم. با مو شکل شما پی تی کیش هم مشخص کرده میتونیم. خب اکاونت های بانکی مثال های شما قدر بس هستن. میریم سری فکس ایسیت گپ میزنیم. فکس ایسیت اگر کمپانی تان موتر هم داره، دیگه مسائل هم داره، شما میتونید او رو چی کنین؟ اد کنین. ما رایت کلیک میکنم در اینجا، یعنی از قبل داشته باشن، میایم دنیو که آمدیم بگو بیادر ما یک فکس ایسیت اکاونت جور میکنم. فکس ایسیت چی رو میگه؟ میجر پرچیز، مثلا مشینری، وکل، لند یا کلش چیسا فکس ایسیت است. دیجم برای ما مثال های شمیده بیلدنگ یا کلش فکس ایسیت است. برزو کنتینیو انتخاب کردم، کنتینیو که انتخاب کردم میگم یک دانه مین اکاونت جور میکنم، فکس ایسیت اکاونت جور میکنم. اول مین اکاونت جور میکنم، نوشته میکنم که کمپانی فکس ایسیت. ایتو رو میتونی نوشته کنی که اگر تنها موتر را چندین موتر است، میشه که نوشته کنی کمپانی ویکلز، چقدر موتورایی که مربوط کمپانی میشه او رو تحت این می حساب مین اکاونت چی میگین درد میگیری. اگر میگین جدا جدا جور میکنه، نوشته میکنم که مثلا کورولا اما قسم نوشته میشه کورولا 2018 یک موتر است کمپانی من فیکس سیت است. خب قیمت از چقدر است؟ اوپنینگ بالانس از 8 کو میگم که قیمت از کورلا که بود تقریبا این کورلا قیمتش به حدود 150,000 افغانی بود. صحیح شد؟ و این ارزش که تو تعیین کردی از کدام تاریخی قدر ارزش داشت؟ میگم از تاریخ اولی قدر ارزش داشت. یا اگه ای از بسیار سابق پیشتان است، خب ما بزنس میگم از تاریخ اول جور کردیم، به او خاطر ارزشی از یکی از به تاریخ اول همون قدر بود، ایر انتخاب کردیم برش. بعد از او اوکی کلیک کردم و بعد از چی میکنم؟ سیو این کلوز انتخاب میکنم. شما ببینین یک دانه فکس سیت امرای ما اضافه شد به نام کورلای 2018 و ارزش زو 150,000 افغانی است. او رم چی میشه که پیسش در اینجا اوپنینگ بیلنس سیکویتی چی میشه؟ جمع میشه. اگر شما در اینده موتر دیگه میخرین، او رو با چه رقم میکنین؟ رایت کلیک میکنین، اکاونت برش در اینجا جور میکنین، نیو انتخاب میکنین، می فکس سیت انتخاب میکنین، اینجا کانتینیو میگی. مثلا ما یک لند کروزر میگیرم، لند کروزر اما قسم یک خواه رقم که اسم اما قسم نشته کدم 2020 لند کروزر ما میگیریم. اوپنینگ بالانس شه 8 نمیکنی، چی میکنیم؟ سیو این کلوز میگم. مثلا ای از خود ما نبود، ای را ما خریدیم، باز چه قسم در اینجا امانت و چیزایش مشخص میکنین؟ میاین در مینوی کمپانی، در اینجا که آمدین در میک جنرال جنرال انتریس، در اینجا میاین مثلا این موتر ما در روز بعد که بزنس شروع کردم گرفتیم، میگم در کمپانی ما چی شد، چی آمد؟ یک فکس ایسیت اضافه شد. ما گفته بودیم در اصول اکاونتینگ چیست؟ این 5 اکاونت که ما شما داریم ایسیتس هست، لایبیلیتی، اونر اکویتی، ریوینیو و اکسپنس. همیشه ایسیت که زیاد میشه چی میشه؟ دبیت میشه. همیشه ایسیت که کم میشه چی میشه؟ کریدیت میشه. به مو شکل همیشه اکسپنس که زیاد میشه دبیت میشه و اکسپنس که کم میشه کریدیت میشه. برعکس سه اکاونت دیگه که هستن، لایبیلیتی، اونر اکویتی و ریوینیو، یا که زیاد میشه کریدیت میشه و کم که میشه دبیت میشه. این اول وقتی که ایده بزنس ما زیاد شد موتر، ای چیست؟ ایسیت است، نه فکس ایسیت است. ما دبیت میگم، میگم در بزنس ما که هست لند کروزر آمد،
با ارزش چقدر پول میگم ای با ارزش 2000 افغانی آمدم رای ما ای پول از کجا پرداخت کردی از آسمان آمد از جیبت پرداخت کردی از کس قرض گرفتی و یا از بینک انتخاب کردی پرداخت کردی ما میگم نه ای پول ما از یک اکاونت بانکی ما که به نام افغان ای ای بی بینک افغانی اکاونت ما از او پرداخت کردیم او را کردت میکنی و ای را دبیت میکنی سیو این کلوز در اوجه پیسیس چی میشه؟ میاه او را بعدا ما شما در میک جنرال جنرال نوتیز گپ میزنیم خب به مو شکل شما میتونین بسط ها فکس سیت و کرن ریسیت اکانت ها را چی میکنین؟ اضافه کنین دیجا سر محترم که افغانی یا دانو بیده مخیر الکتاسوس و کنولا در افغانی یا ریکارد کرلا که چرت دالر پاس تو لری هم کرنسی ما چیستا؟ افغانیست باید شما سل کنید یک این قسم هست خب که عزیزی شما این کار رو میکنید مشکل نداره در میک جنرال جنرال انتریز که میاین مثلا ما موتر گرفتیم با دلار گرفتیم کدام موتر اینمی موتر شما میبینین لند کروزر صحیحه با دلار گرفتیم وقتی که شما میخواین که اکسچنج ریت ببخشید وقتی شما چیزی میخواین اوپنینگ بیلنس یک اکاونت با دلاری اد کنین شما در اونجا با دلاری شما چیزی را قبول نمیکنه شما چه کار میکنین او نمو پولا در وقت کرنسیش کنورت میکنین به افغانی افغانی شو چی میکنین ارد میکنین اینجا شما ببینین وقتی که ما او را انتخاب کردیم اتوماتیکال اکسچنج ریتش چی شد غیر فعال شد اگر افغانی انتخاب کنیم هیچ مشکل نداره صحیح شما میشه که مثلا مشخص کنین برشون بگین که این امیر ما شما گرفته بودیم به چه قدر دلار به 2000 دلار گرفته بودیم و این 2000 دلار را ضرب کو چه قدر بود دلار 92 اینال ایره شما کاپی کنید دیگه نوشته کنید که ایره ما با 1,84,000 هزار افغانی چی کردیم گرفتیم یا نوتیفیکیشن کل جمع بوچار جوڑو یا دیده یا نوتیفیکیشن دیستیفیکیشن باید آتا اولا رو بلکل ریتا واقع دیسر هرچای چی چی همیشه اوچار که نده اوچار چکل تاسو جوڑاوی پاگه که ادامه غورز اکسچنج ریت لیتر کی مطلب هم واقع استو تاسو وګوره خپل کوم ځکه چې کوم کسان کار کوي هغه اوچار کې اتمن اکسچنج ریټ دی هغه دم دې د پاره چې دا موږ په افغانۍ لیکل شوی دی هغه وخت اکسچنج ریټ سو صحیح ده نو په ډالري کې مشکل نه لري که چیرې تاسو هم کرنسی ډالري ته کولای شي بیا افغانۍ اوپننګ بیلنس مات کې ډالري مات کې خو که چیرې تاسو هم کرنسی اگر شما هم کرنسی از ډالر په افغانۍ تبدیل کړئ باز د اینجا اماونت ما شما په شکل اوپننګ بیلنس اٹ کړه نمیتونید اوجه د بینک میتونیم اگر شما باید تن باشه ما د اینجا رایت کلیک میکردیم د بینک اکاونت ما میتونیم مگر وقتی که فکس سیده انتخاب میکنیم د اینجا شما ببینین ما بر ازو کرنسی اینجا نداریم شما مجبور هستین اوپنینگ بیلنس زورا به افغانی اد کنیم مطلب تو واقع است نو په دې شکل تاسو فکس سیده کولای شئ اوس راځه ما لایبیلیټی ته یو خدا دو اکاونت اتوماتیکلی خپل جوړیږي موږ دو اکاونت خودش جوړ نشي پیرول لایبیلیټیز اگر ما شما ماشه کارمندار پرداخت نکړه باشم د سیم ما جام شده باشه کلش میا د اینجه پیرول لایبیلیټی سره ما شما صحیح تا و دیگه که از سل تاکس پیبل از سل تاکس پیبل هر وخت ما شما فروشات داشته باشیم بالای مشتری چیزی تاکس که از اون جام میگیریم ما شما کل از اتوماتیکلی میاد سل تاکس پیبل باز د اخیری هر ربع اگر براتن معلوم باشه سیستم مالی امی بزنس ها در اخیر هر روبه کسی ها چی میکنه مالیه رو به دولت پرداخت میکنه بازو از اینجا کلیر میشه ما شما به خاطر تکس یک کماند بیخی جدا داریم در اینجا بین در مینوی ویندر سل تکس در اینجا یک کماند بیخی جدا است یک بخش جدا است او رو باز بخیر در وقتش که اپنی زنیم صحیح است؟ پس پر دیلی بخیر سرده خو اکروور بیس سیستم دهیم بلکل چیرې موږ کیش بیس سیستم ولرو بیا لایبیلیټی نه ټول تر نه ډیلیټ تو اکاونټ نه اکټیو نه اکاونټ باندې ډیلیټ کې اکاونټ باندې سره خو چیرې په کیش باندې بیا دلته نه چمکی حساب ما کیش می سره ختمي یمل دلته نه کرام غي تاسو کلیر کوي دی خو څومره فروشات چې تاسو کوي دی خپل جمع کوي کویک بوکس خپل جمع کوي دلته چې تاسو معلوم شي نو تاسو کله کیش ورکول دا کلیر کوي دلته ګور موږ سره کمانډ دی ځکه د انجه امره ما کمانډ سره د وینډر د انجه پیسل ٹاکس اگر حساب تن اکرول باشه یا کیش بیس باشه مشکل نداره شما باید او را زیجه کلیر کنه اگر کیش بیس باشه هم کلیر کنین اگر اکرول باشه هم باید او را شما کلیر کنین نو حالا چی کار میکنیم میایم یک چند دانه لایبیلیتی اکاونت جور میکنیم مثلا بطور مثال مای بزنس که شروع میکردم رفتم از بانک قرضه گرفتم صحیح قرضه ما به دو شکل است یک لانگ ترم لایبیلیتیز یک شارت ترم لایبیلیتیز
زیاتره از بانک ها که قرضه گرفته میشه یا لانگ ترم لایبیلیتی است، یعنی لایبیلیتی که ما باید او را در مدت بیشتر از یک سال پرداخت کنیم او را لانگ ترم لایبیلیتی میگه. اگر در کمتر از یک سال باشه او را شارت ترم لایبیلیتی میگه. او را اگر شما جور میکنین رایت کلیک کنین نیو انتخاب کنین، ببینین یک اتوماتیکلی اگر شما میخواین که لون انتخاب کنین، این لون که شما میبینین ای که هست شارت ترم لایبیلیتی است، لانگ ترم لایبیلیتی نیست. اگر شما لانگ ترم لایبیلیتی رو مشخص میکنین در اینجا بیاین ببینید امرای ما شما چیز ادر کرنت لایبیلیتی، ببخشید لانگ ترم لایبیلیتی خودش یک اکاونت امرای ما شما است. وی ادر کرنت لایبیلیتی که از خبرتون معلوم است که شارت ترم لایبیلیتی، کرنت لایبیلیتی که شد چی شد شارت ترم لایبیلیتی شد. خب ما چی میکنیم اینجا یک شارت ترم لایبیلیتی انتخاب میکنیم و یک لانگ ترم لایبیلیتی انتخاب میکنیم. اینجا لون انتخاب کردم کنتینیو گفتم، وقتی که این انتخاب کردین ببین اتوماتیکلی چی اینجا میاد کرنت لایبیلیتی میں، یعنی اگر شما اوجا اکاؤنٹ ٹائپ لون انتخاب کریں او کیس اٹومیٹیکلی اکاؤنٹ ٹائپ اس چھ انتخاب میشا کرنٹ لائبلٹی یعنی شارٹ ٹرم لائبلٹی انتخاب میشا. ایدہ میں انتخاب کر نو میں مثلا ما از یہ گرافیک ما از یہ کمپنی دی گاس مثلا نوشتہ کرم کہ بنامے ایکس وائی زیڈ کمپنی، نوشتہ کرم کہ لون فرام ایکس وائی زیڈ، ایکس وائی زیڈ کمپنی ایر نوشته کردم. خب در دسکرپشن میتونی نوشته کنی که مثلا ما میگم که this loan is for short term، یک نوت واری امرای خود نوشته کن صحیحستا کاما received from XYZ company. در انتر اوپنینگ بیلنس میگم چقدر پیسه از این نفر گرفتی، میگم که 100,000 افغانی گرفتی short term liabilities ده. خب ایره به کدام تاریخ گرفته بودی؟ این از می تاریخ گرفته بودی. اوکی کلیک کردم، بعد از او سیو این کلوز انتخاب میکنم. ببینین شما یک دن اکاونت هم رای می اضافه شد بنامی لون فرام ایکس وای زید کمپنی و ای کرنت لایبیلیتیز و کرنسیز چیستا؟ افغانیستا. چقدر پول استا؟ این قدر پول استا. صحیح شد؟ و ای هم اتوماتیکلی جام میشه. در کجا جام میشه؟ در اوپنینگ بیلنس اکیوتی ما شما جام میشه. به مشکل اگر ما رایت کلیک کنم باز نیو انتخاب کنم، اگر بخوایم که شارت لانگ ترم لایبیلیتی رایت کنم این را انتخاب نمیکنم که لون، اگر اون تا اشتباه میکنه این شارت ترم لایبیلیتی است یعنی کرنت لایبیلیتی است. در اینجا میای چی انتخاب میکنی؟ لانگ ترم لایبیلیتی انتخاب میکنی. این را که انتخاب کرده بعد از کنتینیو میگم اینا مصافه آمده، در اینجا نوشته میکنم که لون فرام ای ای بی بانک و حتی نوشته کردم میتونی که اف ان کرنسی شم نوشته کنی افغانی. خود چقدر پیسه است؟ نوشته کردم 200,000 افغانی ما قرضه گرفته بودیم. از کدام تاریخ؟ هم تاریخی اول گرفته بودیم. اوکی کلیک کردم، سیو این کلوز گفتم. همراه ما یک لانگ ترم لایبیلیتی جور شد و یک شارت ترم لایبیلیتی جور شد. دیگه ایش کس میایم سر اکویتی اکاونت کار میکنیم. اگر اونر ما یک باشه خو یک اونر اکویتی اکاونت جور میکنیم. اگر زیاد باشه پارتنرشپ باشه اونر 1 اونر 2 اونر 1 را اونر 2 را اونر 1 اکویتی اونر 1 کنتریبیوشن اونر 2 کنتریبیوشن اونر 1 کپیٹل اکاؤنٹ اونر 2 کپیٹل اکاؤنٹ مچ میکن دیا دودن اکاؤنٹ کی جور شدگی سی رائٹ کلک میکنم ڈیلیٹ میکنم اس خود اکاؤنٹ دیگه جور میکنم ایرم ڈیلیٹ کردم آمدم دیں چا رائٹ کلک کردم نیو انتخاب کردم نیو کے انتخاب کردم میگم بہتر ما ایک ایکویٹی اکاؤنٹ جور میکنم خب اوکے کلک میکنم چه قسم ایکویٹی اکاؤنٹ جور میکنم میگم کہ اونر ایکویٹی بنامے زی یک دنا ایکویٹی اکاؤنٹ جور میکنم equity account owner equity باز خلاص بعد از او بجای اینکه که سیو این کلوز بگم سیو این نیو انتخاب میکنم اوپنینگ بیلنس رو یاد نمیکنم چون اونر اکویتی به تنهایی چیز نداره، یاد او اونر کپیتال است، یاد او اونر دراست، یاد او اونر کنتریبیوشن اکاونت است. ما سیو این نیو انتخاب کردم، بعد از او میگم نوشته میکنم که درا اکاونت اونر درا اکاونت این مین اکاونت نیست، سب اکاونت کدام اکاونت است؟ میگم که سب اکاونت اونر اکویتی اکاونت است. اگر یک اونر باشه، اگر دو باشه اونر 1 اونر 2 رو مشخص میکنین. بعد از او سیو نیو انتخاب کردم، نوشته میکنم که اونر درا شد دیگه اونر کنتریبیوشن میگم. ایرم چه میکنم؟ سب اکاونت چه انتخاب میکنم؟ اونر اکویتی اکاونت. بعد از او سیو نیو انتخاب میکنم، نوشته میکنم که کپیتال اکاونت و ایرم سب اکاونت چی انتخاب میکنم؟ اونمو اکاونت که پیشتر بود. دا اونر اکویتی اکاونت تنها این سه اکاونت امرای ما شما نیست، دیگه اکاونت هست که باز با وقتش انشاءالله ما شما او را میخوانیم. بعد از سیو این کلوز انتخاب میکنم،
اولی شما ببینین یک دنه مین اکاونت جوړ شو به نام اونر اکویټی د یا کیپیټل اکاونت اس کنټریبیوشن استا اوټر استا هر وخت کې صاحب بزنس با بزنس خود کومک میکنه مثلا د مای سیوم 2022 بزنس ما وضعیتش بسیار خراب بود کسی که مسئول بزنس بود به رئیس زنگ زد که بیادر وضعیت مالی ما خراب است یک $5,000 ما کار داریم کمک کو ایره به نام کنتریبیوشن یاد میکنه او رو شما باید در کنتریبیوشن چی کنین اد کنین و اگر صاحب بزنس به خاطر مصارفات شخصی از بزنس خود پول میگیره او رو به نام اونر درا یاد میکنه صحیح است و کپیتال اکاونت دا اول بزنس صاحب بزنس چقدر سرمایه گذاری کرده بود او رو ما شما به شکل کیش به نام کپیتال اکاونت یاد میکنه صحیح است خب به مو شکل شما دیگه اکاونت هایی که نیاز است اکویتی اکاونت چی میکنین درج میکنین در اینکم اکاونت ببینین شما امرای ما فعلا یک سلس اکاونت است و این سلس اینکم اکاونت که است مربوط نوع بزنس شماست مثلا اگر ما یک کنسلتینگ اگر ما این انستیتوت کابل سنتر رو در نظر بگیرم آید از یه چی طریق است از بخش انگلیسی و از بخش کمپیوتر است شما باید در اینجا دو دانه مین اکاونت داشته باشید یک English section income و computer section income باز اگر صنفایش مشخص میکنین هم مشکل ندار شما رو مشخص کرده میتونین خود ما در اینجا مشخص نمیکنیم اینجا ما مین اکانت جور میکنیم مثلا نوشته میکنیم که English income و computer income باز او رو ما شما میریم در سرویس در مینوی لیست که هست در آیتم لیست در سرویس آیتم ذکر میکنیم که مثلا اگر کسی کویک بوکس دسکتاپ ترنینگ میخوانه چقدر فیس از بگیریم کسی که کویک بوکس آنلاین درس میخوانه چقدر ترنینگ بگیریم کسی که مثلا صنفی سیل میخوانه کسی که صنفی دیل میخوانه و به مشکل دیگه صنفایش در اینجا ما چی میکنم دو دانه انکم اکاونت دیگه را درج میکنم رایت کلیک کردم نیو انتخاب کردم اومدم میگم ما انکم اکاونت جور میکنم تایپ چی انتخاب کردم انکم کانتینیو گفتم نوشته کردم که انگلیش لنگویج انکم بعد از او سیو نیو انتخاب کردم وقتی که انکم اکاونت شما جور میکنین اتوماتیکلی کرنسی از چی انتخاب میشن؟ افغانی هم کرنسی انتخاب میشن این رو باید تون باشه بعد از سیوی نیو انتخاب میکنم نوشته کردم که کمپیوتر سیکشن یا کمپیوتر دیپارتمنت انکم مشکل نداره هر نام که به شما بهتر معلوم شد نوشته کنید این شما ببینید آل دیدن انکم اکنون امرای موزید شد خب اگر شما در پنتون در نظر میگین رایت کلیک کنین نیو انتخاب کنین در اونج چی میکنین انکم که نوشته کردین کانتینیو بگین در اینجا باز نوشته کنین که بی بی ای دیپارتمنت بعد از اون نیکس نیو باز نوشته کنین که بی سی اس دیپارتمنت بعد از اون نیکس نوشته کنین که مثلا ال ال بی دیپارتمنت صحیح شو بعد از اون سیو اند کلوز این شما ببین سیت اون دیگه انکم اکاونت امر موجود هر چه قبولی که ما از طریق دیپارتمنت اقتصاد ای بی بی ای اداره تجارت به دست میاریم در اینجا چی میکنیم از حقوق به دست میاریم در اینجا درج میکنیم بوده از کمپیوتر ساینس به دست میاریم از اینجا درج میکنیم بازور که اگر شما میخواین سمستر وار چیزا رو جور کنین میتونین که در آیتم لیست دور شما اضافه کنین سمستر اولی سمستر مثلا کمپیوتر ساینس چقدر است از بی سی اس چقدر است کلش شما اونجا چی میکنین درج میکنین صحیح شد و مو شکل اکسپنس اکاونت شما میبینین اکسپنس اکاونت ها رو خود زیاتر کویک بوکس خودش جور میکنه مثلا ادورتایزینگ پروموشن اکسپنس بر ما نیاز است کمپیوتر اینترنت اکسپنس در هر جا وجود داره صحیح است انشورنس اکسپنس برای ما مثلا ما انشورنس نمیتیم رایت کلیک میگیم از نیاز نیست پیدا ای چی میکنه اینجا هست این رو دلیت کو انترست اکسپنس ما نداریم این رو دلیت میکنم میل انتایمنت اکسپنس هست آفیس سپلای هست پیرول اکسپنس هست پرنتینگ اینر پروڈکشن هست پروفیشنل فیس ما دا اینجا نداریم میگم رایت کلیک میکنم این رو دلیت میکنم کنتینیو گفتم رنت اکسپنس داریم رپیر اند مینتیننس میشه این رو داریم تاکس داریم و تلفن اکسپنس داریم ترافل اکسپنس داریم یوتیلیتی اکسپنس داریم دو دن اکاونت دیگه که هستن یکیش که هست اسک مای اکاونتنت ایچی میکنن وقتی که شما یک ترانزکشن ریکارد میکنید در کویک بوکس و شما در اوجا گیج ماندید نفهمیدین که بیادر در اینجا ما کدامش دبیت کنم کدامش کردیت کنم اونو اکاونت شما لینک میکنین با اکاونت اسک مای اکاونتنت هر وقت که اکاونتنت تا آمد از او پرسان میکنید که بیادر در اینجا ماش یک ذرف ذهن من نرسید که کدامش دبیت میشه کدامش کردیت میشه بعد از که مشکلت حل شد او رو مشخص میکنید و استیمیت خو برتن معلوم است که ایره بنام نن پوستینگ ترانزکشن یاد میکنه استیمیت چی میگه کوتیشن میگه هر وقت که مشتری می اسمش ما کوتیشن میگیره در مقابل از ما اون نفر پول
نه میگیریم. ترانزکشن ریکارد میشه مگر در بزنس ما کدام تغییرات نمیه، نه انوینتری ما کم میشه و نه اکاونت ریسیویبل ما زیاد میشه، چون یک ورق است، ورق نرخگیری مشتری می است پیش ما میگیره، نه جنس است پیش برده که انوینتری ما کم شود و نه سر از او اکاونت ریسیویبل ما زیاد میشه، بخاطر از اینکه چیز نبرده یک ورق است اون مفت هر کس میده. گرفتین مطلب؟ او را به نام استیمیت یاد میکنه، اتوماتیکلی بیلینگ میشه. لکه بانکونو که استاد کل استیتمنت رو نواری یا رو چارجز هاری بله یا با انکم دی استیمیت انکم انکم که ریکارد کرو بلکل استیتمنت انکم دی اینجا دل تا منگا آقا لرو اکاونت لرو کلا چه منگا بعضی اوقات اگه ما با مشتری خود استیتمنت جور نکنم اصولی نیست که تو از طریق کویک بوکس از مشتری خود در مقابل استیتمنت که جور میکنی شما پول به دست بیاریم. بانک ها بعضی اوقات میگیره، اونم بسیار کم حالت. اگر میخواستی که پول بگیری در اینجا ما کمان داریم، در اینجا اگر بیاین شما کریدیت استیتمنت هم میبینیم. وقتی که ما با مشتری چی میکنیم؟ استیتمنت جور میکنیم. باز اگر بخوایی که تو مثلا چارجز از اون را انتر کنی، انتر استیتمنت چارجز، ما در اینجا کمان هم برسو داریم. با وقتش انشاءالله باز ما میخوانیم. با مو شکل یک اکاونت است به نام کاست آف گود سولد یا COGS، خوب براتون معلوم است. وقتی که ما شما هر نوع کمپانی که در کویک بوکس جور میکنیم یک دن اکاونت به نام COGS کاست آف گود سولد جور میشه خودش اتوماتیکلی. چیزی که ما میخریم کلش اتوماتیکلی دو درج میشه، ام اتوماتیکلی دو لینک میشه. ما باز ایرا بخیر در مینوی لیست آیتم لیست اینجا به تفصیل میخونیم. و یک دن اکاونت دیگه که است به نام انوینتری اسیت اتوماتیکلی خودش جور میشه. وقتی که ما و شما از طریق آیتم لیست اونجا انوینتری کرنت انوینتری خود آرد میکنیم یا نو انوینتری که ما میخواییم او را بخریم پس بفروشیم نامش درش میکنیم در اونجا اتوماتیکلی یک اکاونت میه بنامی انوینتری اسیت، یک سی او جی اس یک انوینتری اسیت اتوماتیکلی میه. حالا اگر شما میخواییم که ما میخواییم که ببینیم استاز در اینجا فعلا نیست، ببین نیست هم رای ما نیست انوینتری اسیت چیزی هست نیست. وقتی که ما بیم در مینوی لیست آیتم لیست بیم در اینجا رایت کلیک کنیم نیو انتخاب کنیم در اینجا ببینیم اتوماتیکلی وقتی که ما انوینتری پارت انتخاب میکنیم اتوماتیکلی انوینتری اسیت اکاونت چی میشه؟ اینجا اضافه میشه، دیدین خودش اتوماتیکلی پیدا شد و به همون شکل کاست آف گود سولد اکاونت خودش در اونجا اتوماتیکلی چی میشه؟ اضافه میشه. وقتی که شما او را درج کنین باز در چارت آف اکاونتس که ببینین اتوماتیکلی اونمو انوینتری اسیت کرنت اکاونت ما شما چی میشه؟ آلم تنوز نامده میبینین بخاطر از اینکه چیز رو درج نکردیم. که درج کنیم خودش پیدا میشه، خودش لینک میشه. بعضی اوقات میشه که یک نفر زیاد بلد نباشه با سیستم. خب به این شکل شما میتونین که اکانت های مختلف چی کنین شما؟ درج کنین. ولی بعضی مسائل دیگه مانده، مثلا ما خو اکانت های اکویتی اکانت جور کردیم یا جور نکردیم؟ جور کردیم نی؟ کپیتال اکانت هست، کنتریبیوشن اکانت هست، درا اکانت هست. به طور مثال امی اونر که هسته $2,000 یا $100,000 افغانی در بزنس که هسته در میول سرمایه گذاری کرد، او رو باید شما در کویک بوکس برسانید. وای استاد زو بخی مخی دینه چی ریکارد که کل چی مون سرمخ که پیسه وی چالور لکه و چالور دیده سره لون فرم ای ای بی بینک هم جواه خستو گره اغا بیلانس بیخی کم شو کم بیلانس دی اوپنینگ بیلانس سیکویتی خب کمال تا دی او بخی دا خو قرضه ده کنه نو نه خو قرضه ده مونږ واخست بالکل باید زمونږ اوپننګ بیلانس اکویټي زیاته شي ورسره کمه شو ده ګوره اوپننګ بیلانس اکویټي څه ته ویل کیږي که چیرې تا سره په بزنس کې پیسې د مخکې نه موجود وي مثلا دا 2021 کال دی که نه دی 2022 دی د دې په اخر کې ما سره $50,000 اوپننګ بیلانس اینډینګ کلوزینګ بیلانس کلوزینګ بیلانس که نه دا چې وخت زه نوی کال کې درسومه دې کال کې کلوزینګ بیلنس کیږي او بل کال کې اوپننګ بیلنس کیږي دا لایبلټی چې ده دا د اوپننګ بیلنس دا تیر راځي پوښ مطلب ته زما واغستا نو اتوماتیکلی ستا دا غس اوپننګ بیلنس نس کیږي دا کمیږي ته قرضدار وي نو دا خو باید کم شي کنه پوښ بس صحیح صحیح ده او نو زه څه کار کوم ما چې مې کنه مې هم د اینجا مثلا اونر که است بر علاوه از قبول کی داشت در بانک داشت زیست دیگه حساب کتاب که داشت دیگه هم به ضرورت شد که پیسه سرمایه گذاری کنه و طور مثال چه قسم سرمایه گذاری کنه اینمی لند کروزر گرفت این لند کروزر قیمتش 2000 افغانی بود اونر گفت که بیادر به خاطر از اینکه پول بزنس کم نشم ما این دیگه هم چی میکنم سرمایه گذاری میکنم به خاطر از این ما پول میدم
خب ایره چه قسم شما درج میکنین؟ ببینین ما شما در منوی کمپانی که هسته یک کماند داریم بنام میک جرنال جرنال انتریز. جرنال خب برتون معلوم هست که او را بنام اوریجنال بوک آف انتری آت میکنن. با بار اول ما شما که در کوئک بوکس ترانزیکشن ریکارد میکنیم در کجا میریم؟ در جرنال میریم. در اکاونتینگ سایکل اولین استیپی پرکتیکال ریکارد کردن ترانزیکشن چیز جرنال هست. بعد از او لیجر هست، بعد از او ترایل بالانس هست، بعد از او فینانشل استیتمنت هست، انکم استیتمنت و بالانس شیت و کش فلو استیتمنت و گابا جدا هست. چرا ما شما در اینجا از میک جنرال جرنال انتری استفاده میکنیم؟ اگر ما شما ببینیم که بخاطر بعضی کماندا بعضی کارا که ما شما باید انجام بدیم بر از او در کویک بوکس یک مشخص کماند نباشد، او را ما شما از طریق میک جنرال جرنال انتری چی میکنیم؟ ریکارد میکنیم. مثلا ببینید شما ما به خاطر خریداری مکمل یک مینو داریم، داریم یا نداریم؟ وندر هست، از وندر ما چیز میگیریم، بر از او مثلا پرچیز آرڈر میکنیم، آیتم ریسیو میکنیم، بل از او رسپ میکنیم. به مو شکل به مشتری هم اگر شما یک کماند میبینید که دوج ما به خاطر از او مثلا یک ترانزکشن میبینید که به خاطر ریکارد کردن از او ما یک کماند مشخص نداریم، او را باید شما از طریق میک جنرال جنرال انتریز ریکارد کنیم. خب ما چی میکنم؟ امی خریداری موتر که است که ما موتر خریدیم و پول از اون که است خود صاحب بزنس سرمایه گذاری کرد، در بزنس پول داد گفت یک موتر بخریم، این رو ریکارد میکنیم. چه قسم میکنیم؟ میام در منوی کمپانی میک جنرال جنرال انتریز در اینجا آمدم میگم به تاریخ اولی، به تاریخ چی؟ به تاریخ اول اینمی مای دوم چه کار شد؟ در اینجا میگم ما با کمپانی خود کس یک لند کروزر گرفتیم. با قیمت چقدر لند کروزر گرفتیم؟ میگم 200,000 افغانی یک لند کروزر گرفتیم. گرفتیم یا نگرفتیم؟ خب این پول از کجا پرداخت کردیم؟ این پول که است ما از اکاونت های بانکی پرداخت نکردیم، ایرا اونر کپیتال اکاونت چی شد؟ کریدیت شد. اینجا ببینید اونر کپیتال اکاونت کجاست؟ این نمیجا است. ما گفته بودیم همیشه اکویتی اکاونت که زیاد میشه چی میشه؟ کریدیت میشه نمیشه؟ وقتی که اونر سرمایه گذاری کرد اکویتی اکاونت زیاد شد نشد؟ که زیاد شد خود کردیت میشن. از اون طرف که موتر در بزنس ما آمد ایست هست، نه فکس ایست هست، ایست که زیاد شد چی میشن؟ دبیت میشن. او را دبیت کردیم، ایره چی کردیم؟ کردیت کردیم. در اینجا میتونید میمون رو اشتر کنی که اونر مثلا پرچیزد کار فور بزنس یوز حتی اکسچنج ریت و چیزا رو زیادتر مردم در میمو مشخص میکنن. شما میتونید او رو نوشته کنید، بل نمبر داره او رو میتونید که بل نمبرشون رو میمو نوشته کنید. صحیح شد؟ بعد از اون نیم چیزایش هیچ چیز انتخاب نمیکنیم، فقط چی میکنیم؟ در اینجا سیو این کلوز میگیم. وقتی که سیو این کلوز کلیک کردین، اوکی کلیک کردین، بیاین شما اینجا ببینین موتر در بزنس ما به قیمت چقدر اضافه شده؟ 200,000 افغانی. ارزش زو معلوم شد. و این پول از کجا شد؟ اونر کپیتال اکاونت ببینین شما اونر چقدر سرمایه گذاری کرد؟ 200,000 افغان. این پول ما کجا مصرف کردیم؟ موتر خریدیم. صحیح شد؟ و این همی اماونت هم اتوماتیکلی در کجا اضافه میشه؟ اونر اکویتی باشند، در اینجا اضافه شده. مکمل اونر اکویتی چقدر شده؟ اینقدر. حالا اگر ما شما چی کار کنیم؟ مثلا اونر آمد گفت که بیادر برای ما پول ضرورت است. از اکاونت افغانی ما نیست. 200,000 افغانی که است. 100,000 بلازو به شکل قرض دادیم. میم چی کار میکنیم؟ در منوی کمپانی در میک جنرال جنرال انتریز در اینجا آمدم میگم بیدر به تاریخ 5 مای دوم که هستن اونر چی کرد؟ پیسه گرفت. اونر درا شد. اونر چی شد؟ درا شد. دبیت شد. چقدر پول دبیت شد؟ 100,000 افغانی است پیش ما برد گرفت به خاطر مصارفات شخصیش. ایره از کجا پرداخت کردیم؟ از ای آی بی بانک. صحیح است؟ ما گفته بودیم که هر وقت اونر اکویتی اکاونت ما کم بشه چی میشه؟ دبیت میشه نمیشه؟ حالا دبیت شد نشد. هر وقت که ایست ما اگر کارن باشه یا فکس باشه کم بشه چی میشه؟ کردیت میشه. این آج جایی را کردیت کدم او را چی کردیم؟ دبیت کردیم. اونمو قانونی که هست از دبیت کرد او را اگر شما بفهمین هیچ وقت از پیشتان ترانزکشن غلط نمیشه. در اینجا آمد نوشته میکنم که اونر درا منی for personal use
و ایرم کپی کردم آمدم دیگه قسمت دیگه پیست کردم برز فقط سیوینگ کلوز کلیک کردم حالا شما بیاین از مو اونر اکوئیتی اکاونت چقدر پول به شما مانسل که اونر اکوئیتی اول چقدر بود 2000 بود نبود حالا چقدر شده 100000 افغانی شده اینجا برای ما میگه که بله صحیح تو اول کپیتال اکاونت چقدر بود 2000 افغانی خب باز 100000 افغانی را درا کردی از بزنس چی کردی کشیدی پس اونر اکوئیتی ما به شما چقدر سرمایه از این نفر مونده به مو شکل اگر دو اونر باشه هر چقدر پول که جمع میکنه میاد اینجا پس که میگه به طور مثال بعدن که هست چی کرد این دیگه کنتریبیوشن کرد بزنس آمدیم باز در امینه کمپانی میک جنرال جنرال انتری گفتم بیادر در ای آی بی بانک پیسه آمد چقدر پیسه آمد 100000 افغانی پیسه آمد این پیسه از کجا آمد اونر کنتریبیوشن کرد بزنس ما اونر کنتریبیوشن خب در اینجا نوشته کده میتونی که اونر contributed to the business. اینو میره کپی کردم اینجا پیست کردم سیوین کلوز انتخاب کردم تاریخشم چی میکنم؟ تاریخشم ده انتخاب میکنم میگم تاریخ ده برای سیوین کلوز گفتم حالا شما بیاین ببینید پس در ای ای بی بانک افغانی اکرام چه خدر شد؟ 200000 افغانی شده نشده و در مقابل از او اونر کنتریبیوشن ما چه خدر شده؟ و پس اونر اکویتی ما چقدر شده؟ 200000 افغانی اول 200 بود 100 شا گرفت باز پس صد چی کنتریبیوشن پس سرمایه صاحب بزنس چقدر است؟ به این شکل شما معلوم میکنید که کدام صاحب چقدر بزنس سرمایه گذاری کرده چقدر گرفت و دیگه چقدر کنتریبیوشن کرده هر چقدر اکاونت که داشته باشیم دیگه اگر شما بخواین که انکم اکاونت ترانزکشن چیزا رو ریکارد کنید او رو بخیر در ریکارد دیگه میخوان ولی رو به خاطر مثالا کار کردیم صبح که اومدیم انکم اکاونت ها اکسپنس اکاونت ها ترانزکشن های البته و دیگه مثلا دیگه اکاونت ها چه قسم ترانزکشن های شما در کویک بوکس ریکارد میکنیم کلش سبا بخیر عملی کار میکنیم این بود درس امروزی ما